به نام و یاد خداوند پاک، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت عزیزان بیننده. امید که از صحتمندی کامل برخوردار بوده و لباس عافیت به تن داشته باشید. به هشتمین برنامه آموزش مدیریت از پوانتون مجازی معراج قرار داریم و موضوع برنامه ما سازماندهی در مدیریت است. فهرست عناوینی داریم، با هم میبینیم. اولین موضوعی که قرار است رو از این صحبت کنیم سازماندهی در مدیریت است. بعد چهار تا تشکیلاتی رو می‌خوانیم: عملیه یا پروسه سازماندهی، تقسیم کار، مزایا و معایب تقسیم کار، واحدسازی یا دیپارتمنت سازی، شیوه های واحدسازی، تعیین ایته نظارت و سلسله مراتب، و آخرین موضوع هماهنگی در مدیریت. سازماندهی پروسه تعیین موارد استفاده از کلیه منابع موجود در نظام مدیریت، به طوری که گفته به طور منظم میگه این منابع با توجه به هدف‌های نظام مدیریت و برای دستیابی به آنها به کار می‌رود. معمولاً زمانی که در یک سازمان ما مراجعه می‌کنیم، اگر بخوایم بدانیم که از چی کسی ما باید دستور بگیریم، به چی کسی ما باید دستور بدیم، بس واژه سازماندهی ذکر میشه. سازماندهی در داخل مدیریت یا در داخل سازمان مطرح می‌سازه که افراد در چه جایگاهی، در کدام وظایف، با چه تخصص‌هایی قرار بگیرند، کدام شخص از کدام شخص دستور بگیره و کدام شخص به کدام شخص دستور بده. پس سازماندهی که در واقع کارها رو یک جا میکنه، منظم میسازه و افراد در درون کارها با تخصصهای کنا دارن چی میکنه؟ جابجا میسازه. چهار تا تشکیلاتی در مدیریت. معمولا زمانی که ما به یک سازمان یا اداره مراجعه میکنیم، اولین موضوعی که به چشم ما میخوره چارت تشکیلاتیه که در چارت تشکیلاتی دقیق ذکر شده افراد در کدام وظایف قرار دارن. از سطوح بلند مدیریت و تا به سطوح پایین مدیریت معمولا در چارت تشکیلاتی ذکر شده و ما زمانی که چارت تشکیلاتی میبینیم، معمولا بستهایی که در مدیریت قرار داره متوجه میشیم. معمولا در خود مدیریت خوبه که در رابطه بست ها هم صحبت کنیم که بست چند بست وجود داره و بست ها شامل چند نوع هست. معمولا در چارت های تشکیلاتی وقتی ما میبینیم از بست اول تا به بست هشت، معمولا کارکنان خدمات ملکی هشت بست دارند که باز بست های بالاتر از بست یکم قرار داره، مثل بست فوق بست ها و بست موافق بست ها که او معمولا در داخل چارت ها ذکر نمیشه و او بیشتر در سطوح وزارتخانه ها و یا بالاتر از ذکر میشه. خب اگر بخوایم در رابطه با بست صحبت کنیم، از بست یک کمان و ریاست عمومی میشه، بست دو ریاست، بست سه آمیدیت، بست چهار مدیریت عمومی، بست پنج مدیریت و بست شش ماموریت میشه و دو بست بعدی کارمندان قراردادی هستند که یکی بست هفت میشه کارمندان قراردادی فنی و حرفه‌ای و بست هشتم کارمندان قراردادی خدماتی که اینا معمولا در داخل چارت تشکیلاتی اشخاص مطرح میشه. پس چارت تشکیلاتی یک تصویری از اشخاص امراه با وظایف مشخص آنها برای ما و شما نمایان میسازه که مشخص میکنه که کی در سازمان کدام وظایف پیش میبره و کی در رأس سازمان قرار داره و کی در پایین ترین سلسله مراتب سازمان قرار داره. عملیه یا پروسه سازماندهی. در عملیه یا پروسه سازماندهی چهار موضوع مطرح میشه. اولین موضوع تقسیم کاره و دومین موضوع واحدسازی یا دپارتمنت سازی، سومین موضوع تعیین ایته نظارت و سلسله مراتب و آخرین موضوع هماهنگی. اولین موضوع با هم میخوانیم که تقسیم کاره. میگه در یک شغل اگه شما در نظر بگیریم که یک نفر یا یک شغل یک نفره که شخص مجموعه تمام کارها رو بر عهده خود داره و زمانی که کارها پیش میبره تمام جوانب خود از او میتونه پاسخگو باشه، یعنی در تمام مراحل خود از او به تنهایی میتونه تمام کارها رو پیش ببره، ولی زمانی که کار او شخص توسعه پیدا میکنه و زمانی که رشد پیدا میکنه، بعد وقت نیازمند بر این میشه تا اشخاص دیگه هم در کنار خود داشته باشه تا به وسیله آنها بتونه معمولا کارها رو تقسیم کنه. و معمولا میگن تقسیم کار باعث چی میشه؟ باعث افزایش بهره وری میشه. از جمله دانشمندانی که اولین بار واژه تقسیم کار مطرح ساخت آدام اسمیت بود در قرن 18 که میگفت بعد از تحقیقی که من انجام دادم بر این نتیجه رسیدم که یک شخص زمانی که در طی مراحل ساختن سنجاق
و خودش به تنهایی از ابتدا تا انتهای کار در پیش می برد، در طول روز فقط 30 دانه سنجاق می توانست تولید کنه، ولی مجموعه از افراد با هم جمع شدن، تقسیم کار صورت گرفت، تخصص هر شخص به در جهت مشخص تخصص پیدا کرد. او وقت می گفت در هر روز این افراد توانستن در مجموع 48,000 دانه سنجاق تولید کنند. پس میگه تقسیم کار در بهره‌وری سازمان می تواند افزایش چشمگیری داشته باشه. و همچنین تقسیم کار مزایا و معایب داره که با هم دیگه برمیشماریم. مزایای تقسیم کار یکی که چون میگه کارکنان وظیفه خاصی بعد اجرا کنند، در آن وظیفه تخصص میابند و مهارت آنان برای اجرای همان وظیفه افزایش میابند. چون فرد فقط درگیر یک وظیفه است، معمولا در اون بخشی که کار میکنه تخصص پیدا میکنه و در دیگه بخشای کار نداره، پس در همون بخشی که کار میکنه کوشش میکنه چی بشه؟ مهارت خود افزایش بده، و هر چقدر که مهارت افزایش پیدا کنه در واقع بهره وری افزایش پیدا میکنه. کارکنان میگه زمان بازرسی که برای حرکت از یک وظیفه دیگه معمولا از دست میدن، میگه در این حالت میگه حالت اینه که از دست بدم. چه دلیل چیه؟ دلیل اینه که در یک کار باقی میمونن، تخصص پیدا میکنن و تخصص که پیدا کردن نیازی بر این احساس نمیشه تا فرد وظیفه خود ترک کنه یا دنبال دیگه وظیفه بره. پس بر این اساس زمانی که در قسمت ای که وظیفه ترک میکنن تو یک وظیفه دیگه به خوب بگیرن از دست میدن، در خود تقسیم کار از دست نمیره. میگه چون کارکنان فقط بر اجرای یک وظیفه تمرکز دارند و به طور طبیعی تلاش میکنم وظایف خود چی کنم آسانتر و اثر بخشتر انجام بدم. وقتی وظیفه حالت داشت که طرف معمولا درگیر با یک وظیفه بود و روزانه معمولا وظیفه را انجام داد و یک حالت تکراری در او بود، کوشش میکنه کارا خود خیلی آسان بسازه و از طریقهای آسان کار خود بیش بباره و همچنین دنبال اثر بخشیه. بنابراین که کارها برای از حالت تکراری داره و خیلی برای از آسان شده و او بعد میگرده به این که کارا خود به بهترین وجه ممکن انجام بده تا بتونه چی کنه؟ اثر بخشی از کار خود به دست بیاره. و همچنین معایبی داره تقسیم کار. یکی از جمله معایب کار اینه که میگه بر کارایی و منافع اقتصادی توجه داره، نه متغیرهای انسانی. معمولا در سازمان ها زمانی که تقسیم کار صورت میگیره فقط تمرکز آنها بر کارایی و اثر بخشی بر منافع اقتصادیه، در قسمت متغیرهای انسانی در نظر گرفته نمیشه. میتونه متغیرهای انسانی از جمله انگیزه های معنوی باشه که بر افراد بعد در سازمان در نظر گرفته بشه. پس یکی از معایب بعضی اینه که متغیرهای انسانی نادیده گرفته و دنبال چی میگرده؟ مسائل اقتصادی. میگه وقتی کار به شدت تخصصی شود کسالت آور میگردد، در نتیجه به طور معمول موجب کاهش نرخ تولید میشه. زمانی که فرد یک کار به صورت تکراری انجام بده، یک حالت خسته کننده در ایجاد میشه، کسالت آور در ایجاد میشه. و حتی در کتاب اصول مدیریت میگه زمانی که یک کار ما مکرر انجام بدیم و زمانی که یک کار ما به مراتب تکراری انجام بدیم، کسالت در پیش داره. و معمولا زمانی که اکثر اشخاصی که ما میگه تحقیق کردیم که دلیل غایب بودن از اشخاص در چیست، میگه بعد از تحقیقی که ما انجام دادیم معمولا میگن دلیل این بوده که شخص یک کار خسته کننده را همه روزه انجام میداده و دلیل غایب بودن از هم دقیقاً همین چیز بوده. پس خود دلیل غایب بودن اشخاص میتونه در کسالت کنه از کار به نوعی ایجاد شده میتونه باشه. پس اینا از جمله معایبیه که در عین حال تقسیم کار میتونه داشته باشه. واحد سازی یا دیپارتمنت سازی. واحد سازی یک حالتی که مشاغل یا فعالیت هایی که به نحو بالاخره در یک حالت یا در یک جهت با هم دیگه کار میکنن چی میکنن؟ دسته بندی میشن و اینا تحت نام یک دیپارتمنت یا یک واحد مشخص فعالیت میکنن که زیر مجموعه سازمان قرار داره. شما در نظر بگیریم به طور مثال یک پوانتون، شما در نظر بگیریم پوانتون متشکل از پوانزه های مختلفه. خود پوانزه های مختلف میتونه دیپارتمنت های مشخص پوانتون باشه، یعنی که هر دیپارتمنت از خود در یک شرایط یا موقعیت ها و در وظایف مشخص فعالیت داره. به طور مثال پوانزه های مثل پوانزه طب، پوانزه انجینری، هر کدوم از خود فعالیت مشخص و هدف مشخصی دارن. و اگر ما در خود پوانزه ها وقتی میریم میبینیم پوانزه ها باز تقسیم به دیپارتمنت ها میشن. دیپارتمنت ها یک حالت باز داره که افرادی که در یک جهت یا در یک مسیر فعالیت دارن همگی جمع میشن و عضو یک دیپارتمنت میشن. شما اگر در ادارات در نظر بگیریم به طور مثال
خود مدیریت منابع بشری، افرادی که در اون مجموعه کار میکنن همگی تحت نام مدیریت منابع بشری یک واحدی دارن، یا افرادی که در بخش مالی اداری فعالیت دارن معمولا همگی زیر مجموعه بخش مالی اداری قرار میگیرن. پس واحد سازی یا دیپارتمنت سازی افراد را حول یک مثلا وظایف مشخص که با هم ارتباط داشته باشه جمع میکنه و یک دیپارتمنت یا یک واحد مشخصی بر از اینا آماده میسازه. شیوه های واحد سازی معمولا برای اینکه ما بخوایم واحد سازی ایجاد بکنیم شیوه های در نظر باید بگیریم که بر اساس از این شیوه ها واحد سازی شکل میگیره. اولین شیوه بر اساس وظیفه است. واحد سازی بر اساس وظیفه، معمولا بر اساس این واحد سازی خود وظیفه در نظر گرفته میشه، یعنی افراد اول وظایف مشخص با هم دیگه جمع میکنن برای از اون دیپارتمنت آماده میسازن. به طور مثال شما اگر یک واحد اداری شما در نظر بگیریم، افراد در یک مجموعه در یک بخش مشخص فعالیت میکنن و در اون بخش چی میکنن؟ یک واحد آماده میسازن. به طور مثال ما مدیریت اداری را اگر در نظر بگیریم در یک اداره، معمولا افرادی که سرکار از نخود بخش اداری همگی جمع شدم زیر مجموعه یک واحد تحت نام اداری. پس این واحد سازی بر اساس چی؟ بر اساس وظیفه‌ای که طرف انجام بده. دومین موضوع واحد سازی بر اساس محصوله. شما یک شرکت یا سازمان یک کارخانه در نظر بگیریم که چندین نوع تولیدات داره، پس تولیدات خود بر اساس چیزی که تولید میکنن واحد سازی میکنه یا دیپارتمنت سازی میکنه. هر کدام از خود یک دیپارتمنت مشخصه در قسمت تولید و محصول دارن که کوشش میکنه هر کس به اون محصول یا در قسمت دیپارتمنت خود از خود وظایف داشته باشه، کارهای داشته باشه و هیچ کدام از خود دیپارتمنت ها یا واحد ها در کار یک دیپارتمنت دیگه مداخله نداره. واحد سازی منطقه‌ای یا جغرافیایی. واحد سازی منطقه‌ای یا جغرافیایی در یک سطح گسترده جغرافیایی فعالیت داره. به طور مثال فروشگاه‌های زنجیره‌ای اگه ما شما در نظر بگیریم از جمله خود واحد سازی در سطح جغرافیایی که معمولا یک نمایندگی داره و در چندین جاها شعبات مختلف داره. و یکی که شرکت‌های بزرگی که معمولا نمایندگی‌های مختلف در ولایات دارن و یا نمایندگی‌های مختلف در کشورهای مختلف دارن، اینا جز واحد سازی در سطح منطقه. واحد سازی بر مبنای پروژه، معمولا سازمان‌هایی که معمولا روی پروژه‌های مختلف کار می‌کنن معمولا پروژه‌های در ساحه‌های مختلف دارن و سازمانی که چندین پروژه داشته باشه کوشش می‌کنن یک واحد مشخص برای یک پروژه آماده بسازن. به طور مثال اگر یک سازمانی 4 تا پروژه یا 5 تا پروژه داشته باشه کوشش می‌کنن بر پروژه یک واحد دیپارتمنت بسازن که در مجموع 4 یا 5 دیپارتمنت می‌تونن تشکیل بدن. پس واحد سازی بر مبنای پروژه معمولا برای هر پروژه یک دیپارتمنت مشخصی در نظر گرفته میشه. تعیین ایتی نظارت و سلسله مراتب. وقتی ما در درون سازمان ها میریم میبینیم معمولا مدیران وجود داره که افراد نظارت میکنن. این نظارت از چه طریقا صورت میگیره؟ معمولا وقتی ما خود زنجیره خود سلسله مراتب در نظر بگیریم، افراد معمولا مشخص کننده اینه که چی کسی تحت نظارت چی کسی قرار داره و چی کسی پاسخگوه. معمولا وقتی ما سلسله مراتب در نظر میگیریم افراد میتونیم مثلا مشخص بسازیم که زیر مجموعه افراد قرار دارن و او افراد تحت نظارت یک دفرادی که از لحاظ مدیریت سطوح از اینا بالاتره تحت نظارت از اینا قرار دارم. پس ایته نظارت میگه ایده از افراد و افراد تعداد واحدها است که به طور مستقیم میگه یک مدیر چی میکنن؟ به یک مدیر گزارش بدن، یعنی فردی به عنوان مدیر در رأس قرار داره و چهار طرف از اشخاصی هستند که او به عنوان مدیر پذیرفتن و گزارشات خود معمولا به یک شخص ارسال میکنن که همانو همون شخص میتونه افراد تحت نظارت خود بگیره. و همچنین میگه وقتی تقسیم کار شده باشد، واحدها ایجاد شده باشد و ایته نظارت تعیین شده باشد، مدیران میتونن در یک زنجیره فرماندهی چی کنن؟ تصمیم بگیرن که همان از زنجیره فرماندهی معمولا در علم مدیریت به او سلسله مراتب اداری میگن. بین ایته نظارت و سطوح سازمانی میگه یک رابطه معکوس برقراره، یعنی ایته نظارت وسیع با سطوح سازمانی کم و ایته نظارت محدود با سطوح سازمانی زیاد همراه است. اگر شما 4 تا تشکیلاتی یک اداره رو در نظر بگیریم، اگر مدیر به حساب ایته نظارت از وسیع باشه، یعنی دیپارتمنت های کلی تحت نظارت خود داره، یعنی نیاز بر خود سطوح زیادی در داخل سازمان دیده نمیشه چون همه افراد
زیر نظارت مدیر قرار دارن. ولی اگر خود ایتی نظارت در مدیریت پایین باشه و یا کم باشه، معمولا چی میشه؟ در این قسمت سوتوی سازمانی بیشتر میشه، چون افرادی که زیر اثر مدیر قرار دارن ممکن تعداد از اینا کم باشه و بعد زیر مجموعه و افرادی که زیر نظر مدیر قرار دارن افراد دیگه قرار دارن، که در واقع میتونیم بگیم که سوتوی مدیریت در این قسمت بیشتر میشه. پس این یک حالت معکوسی داره که بر اندازه که سوتوی مدیریت پایین باشه، بر اندازه که ایتی نظارت وسیع باشه سوتوی مدیریت پایینه، و بر اندازه که خود ایتی نظارت زیاد باشه سوتوی مدیریت میتونه چی باشه؟ بسا پایین باشه. اما هنگی معمولا در داخل سازمانها کارها بر اساس واحدهای مشخص که اینا بسا برای یکدیگر پیگیرن و والت مجزا از یکدیگر برای پیگیری کارآمد تحقق هدف های سازمانی هستند، اینا بدون امانگی افراد یا این سازمان ها در واقع نقش خود در سازمان چی میکنن؟ فراموش میکنن. خود امانگی یعنی که یک ارتباط کاری، یک ارتباطی بین واحدهای کاری و بقیه اجزای سازمانه، یعنی که واحدهای کاری و معمولا کارها در درون سازمانه با واحدهای مختلف در درون سازمان چی میکنه؟ با همدیگه رو یکجا میسازه و همچنین یک امانگی لازم بین از اینا به وجود میاره که اگر در یک سازمان و یا در یک حساب اداره اگر امانگی وجود نداشت، پس افراد نقش خود فراموش میکنن و بیشتر میپردازن به منافع مادی خود. این بود داشته های از برنامه ما که خدمت شما عزیزان ارائه گردید. تا برنامه به دیدار بعد، خدا نگهدار.